افغان نیوز رندونکو السلام علیکم. بیا هم خوشحاله چې زما جو رحمان صاحب تاسو سره د چشم انداز روز خبرونه وړاندې کوم. په دې هیله چې د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. نن مو هم د کابل او ورځپاڼې راټولې کړي او غوره مطالب به تاسو ته وړاندې کړم. نخستین روزنامه ای که ما رسیده است روزنامه دولتی انیس است. انیس می نویسد حفاظت افغانستان وظیفه افغان ها می باشد. البته از قبل رئیس جمهور کشور آقای کرزی نوشته است 10 میلیون افغانی برای تحکیم پروژه آی خانم اختصاص یابد. اوباما امروز برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام می کند. سیمینار نقش و جایگاه نهادهای علمی در روند سال بر خود که تحت عنوان سخن انیس نشر می شود می نویسد هیچ جنایتکار راه فرار ندارد و سرانجام با کیفر اعمالش می رسد. انیس می افزاید کارزار گسترده به مقیاس جهانی علیه تروریسم جریان دارد. تروریسم این پدیده منحوس و دشمن حیات بشری در هیچ گوشه از دنیا نبوده که قربانی نگرفته است. این پدیده تهدید پر مخاطره به جان و مال بشر بوده است که جهانیان همه باید متفقند در راه نابودی آن دست به دست هم داده و مشترکان کار نماید. آنچه اندک متفاوت است این است که تروریسم در بعضی از نقاط دنیا بیشتر و در بعضی حساس جهان کمتر قربانی گرفته است. با درد و دریغ که تروریسم در افغانستان در مقایسه با هر کشور دیگر آسیب رسانده و قربانیان زاد هم گرفته است. انیس در ادامه می افزاید این بدان معناست که تروریستان بالاخره هرچی توانی در ریختن خون بیگناهان داشته باشند از انظار عامه و چنگ قانون و عدالت فرار کردن نمیتوانند. دنیا برای یک تروریست بسیار کوچک جلوه میکند، زیرا وی همیشه به فکر پنهان شدن و پناه جستن میباشد و در نتیجه آن همه تلاش گوشه آرام نمییابد، چنان که مشاهده گردید که قانون و شریعت آن را به کام مرگ و نابودی سپرد. مردی به افغانستان که بعد از دیدن رویداد تکان دهنده آن روز پیوسته بیقرار و نگران بودند از اجرای فرمان رئیس جمهور کرزی مبتنی بر اعدام آن دو استقبال نمودند و بدین باور رسیدند که جنایتکاران راهی برای فرار ندارند و روز به کیفر اعمالشان میرسند، که البته اشارهش به حمله کننده کابل بانک در جلال آباد میباشد که دو روز قبل گفته میشود در پلچرخی اعدام گردیده است. همدار از چراغ ورسپان لیکلی افغان حکومت آیکنبیری ورسته نیوکی هم ارز به کم ارزخته بلیلی دید چی داغه برخ باید تاسو درانوندون تا زول ولمه دو ارمانه کترام در امریکا سفیر ورسته انتقادونه کم ارزخته بلیلی خود تا سپارخته نکرده چه باید پا افغان مشران و انتقادونه کول و پرزای خپل دیپلماتیک ماموریت تا متوجه و غوزی. آیکنبیری په خپله وروستۍ وینا کې پرته له دې چې د چا نوم واخلي افغان مشران تورن کړل چې دوی ته د تېری کوونکي خطاب کوي او د دوی روانې هلې ځلې د خپلو اهدافو له مخې بولي. د ولسمشر کرزي ویاند واحد عمر که څه هم دا ډول څرګندون د آیکنبیری ډیپلوماتیک ماموریت په خلاف بلې د په کلکه رد کړه چې ولسمشر د بهرنیو ځواکونو ته داسې څه خطاب کړی وي. ښاغلي عمر چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې وویل چې د ښاغلي کرزي اساسي اندېښنه دا ده که د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغانانو وژنه او ځورول دوام وکړي نو ممکن د خلکو ذهنیت بدل شي. هغه وویل ولسمشر کرزی هیڅکله نړیوالو ته اشغالګر ځواک نه دی ویلي، خو ولسمشر تل دا ګواښ کړی که د هغو قوتونو لخوا چې افغانان یې خپل دوست ګڼي دوی ووژل شي نو بیا د دې احتمال شته چې افغانان د اشغالګرو ګمان پرې وکړي. آیکنبیری د انتقادونه په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د امریکا سفیر په توګه د ماموریت دوره یې پای ته د رسیدو په حال کې ده. د هرات کې د یو کتابتون د پرانیستلو پر مهال خبرې کولې د افغان مشرانو دا څرګندونې هم نړۍ ته سپکاوی وباله چې ګواکې دوی د خپلو اهدافو لپاره افغانستان ته راغلي. خو وحید عمر په دې اړه د افغان دولت په دریز ټینګار وکړ او ویې ویل چې بهرني ځواکونه وروسته له هغې افغانستان ته راغلل چې د خپلو هیوادونو پلازمینې د القاعده لخوا وګواښول شوې. که هم د ده په وینا په دې برخه کې بیا هم د ولسمشر کرزي څرګندونو په اړه له مبالغې کار اخیستل شوی ځکه دی وایي چې د ولسمشر څرګندونو هدف دا و چې د بهرنیو ځواکونو حضور هم د دویم او هم د افغانانو په ګټه دی.
روزنامه 8 صبح هم نوشته است سفیر آمریکا در هنگام کمک 90 میلیون دلار به بودجه دولت کشورهای دیگر آمریکا را الگو قرار دهند. چگونه جنرال های پاکستانی کشور خود را با پناهگاه تروریست ها تبدیل کردند؟ قماندان پلیس کنر خواهان دستور رئیس جمهور برای حمله به پاکستان شد. افزایش خطر نفوذ تروریست ها در صفوف نیروهای امنیتی. قطعنامه سازمان ملل در مورد زنان تطبیق می شوند. و همچنان نوشته است نه کلن انجلیت زن مرگی برید لپار از کتبل شوی امریکا در شرکت مرتبط با کشتیرانی ایران را تحریم کرد. با هنگ که 15 تن و یوکز ترجنسی تیری اوروس در اوست بزوله. و در سر مقاله خود نوشته است خطر نفوذ تروریست ها جدی گرفته شود. قواز فردا چهارشنبه اوباما تعداد نیروهای آمریکایی را که از افغانستان بیرون بروند اعلام کند و طرح پایان جنگ 10 ساله در افغانستان را که با تلفات جانی و مالی طرز آور همراه بوده است نیز معرفی کند. این اعلام که مصادف است با یک لحظه مهم و حساس برای استراتژی جنگی نسنجیده ایالات متحده آمریکا و نیز آینده سیاسی شخص اوباما و پیروزی یا عدم پیروزیش در انتخابات آینده که در سال 2012 برگزار می شود، در واقع از آغاز جنگ در افغانستان آمریکا و طبعا متحدینش در تنظیم و تعیین استراتژی جنگی نشان و حتی تاکتیک های جنگی علیه طالبان مصالح و منافع ملی و گرفتاری جهانی خودشان را مبنای ملاحظه قرار دادند. در ماه جاری نتایج تحقیقاتی که توسط CNN برای انداخته شده است نشان می دهد که 62% از کسانی که مورد سوال قرار گرفتند مخالف جنگ در افغانستان هستند که تا حال 1629 سرباز آمریکایی در آن کشته شدند. در این حال که بسیاری از منتقدان جنگ در افغانستان هزینه جنگی ماهانه 10 میلیارد دلار را در جنگ افغانستان با قرضداری هنگفت آمریکا متناسب نمی دانند. در واقع اغماز و چشم پوشی آمریکا در مورد نقش منفی حکومت گران نظامی پاکستان و حمایت آنان از تروریسم طالبانی و اینکه پاکستان شریک مطمئنی در جنگ با تروریسم است این فرصت را با آنان داد که به تجهیز استراتژیک تروریست ها پرداخته و گسیل آنان را به افغانستان ادامه دهند. روزنامه آرمان ملی هم نوشته است با وجود عبارات اعتراض‌آمیز رابط حامد کرزی و آمریکا مستحکم است. از قول سفیر افغانستان در آمریکا نوشته است آیکنبیری در رابطه با کرزی نظریات مثبت ندارد. سفارت پاکستان جسد زرجم را تسلیم نشد. کرزی با ناتوانی هایش کشور را به تباهی می کشاند. خطر نفوذ تروریست ها در نیروهای امنیتی افزایش یافته است. او پا ختیځ سیمو کې د سرحدي پولیسو قماندان کاغلی جنرال امرخیل لقول لیکلی یا ولزمشر د زوابې بریټ اجازه راکړي او یا د پاکستان سفارت دی وتړي. په ختیځ ولایتونو کې سرحدي ځواکونو قماندان وایي ولزمشر دی یا په پاکستان کې د زوابې بریټ اجازه راکړي او یا د هم د غیوات سفارت په افغانستان کې وتړي. د سرحدي ځواکونو قماندان جنرال امین الله مرخیل روز خبری اژانس وویل چې په تېرو څلورو ساعتونو کې د پاکستان له لورې یو ځل بیا د کونړ په سرحدي سیمو اتیا توغندي توغول شوي دي. نوموړي زیاته کړه دغه توغندي چې د کونړ په سیګل شریګل ولسوالۍ کې لګېدلي له امله یې درې تنه ټپیان شوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. جنرال امرخیل زیاتوي چې ان له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان له سرحدي سیمو د افغانستان د ننګرهار په ګوشتې او د کونړ په شیګل او انګام ولسوالیو کې د پاکستان له لورې توغندیز بریدونه کېږي. دی وایي د دغه بریدونو په ترڅ کې تر اوسه پورې شپږ تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. په ختیځ کې سرحدي ځواکونو قمندان جنرال امینالله امرخیل په ولسمشر حامد کرزي غږ وکړ چې یا د پاکستان له سفارت سره دغه ستونزه شریکه او یا په افغانستان کې د پاکستان سفارت ودري او یا د هم افغان ځواکونو ته پاکستان کې د زوابیا بریټ اجازه ورکړي. نوموړي ویل افغان ځواکونه د زوابیا بریټ وړتیا لري. ولسمشر دی یو وار موږ ته د بریټ اجازه راکړي چې څنګه زواب ورکوو. په همدې وخت کې د کونړ والي سید فضل الله واحدي هم په نړیواله ټولنه او افغان دولت غږ وکړ چې یادې ستونزې دې په جدي توګه مخنیوی وکړي. البته یادونه ور ده چې تېره ورځ هم د کونړ امنیه قماندان هم له ولسمشر کرزي او همداراز د کورنیو چارو له وزیر ښاغلي بسم الله محمدي څخه اجازه وغوښتې و څو
دوی ته اجازه ورکړي څو پاکستان دې ځوابه بریدونه ترسره کړي. خو لکه څنګه چې ښکاري تر دې مهاله د ولسمشر لوري او نه هم د کورنۍ چارو وزیر لوري دغه اجازه دوی ته نه ده ورکړل شوې. روزنامه مانگار می نویسد آیا برنامه انتقال مسئولیت برگشت ناپذیر است؟ سفیر روسیه در کابل آنچه را که خراب کردیم بازسازی می کنیم. در پیوند و اظهارات اخیر سفیر آمریکا در کابل، سفیر افغانستان در واشنگتن، دوست آن است که بگیریانت اجازه دهید حمله کنیم. البته خواست قماندان پلیس کنر از رئیس جمهور خطر گسترش نفوذ شورشیان در درون نیروهای امنیتی و همچنان تصمیم امروز اوباما 10,000 الی 15,000 سرباز امریکایی خارج خواهند شد. روزنامه ماندگار همچنان می نویسد چرا دهان کرزی پر آب است. از چند روز به این سو کشور اسلامی پاکستان برای چندمین بار ولایت کنر را به شدت زیر باران راکت های پیهم خیش قرار داده است. این در حال است که چند روز پیش از نخستین حمله موشکی نیروهای پاکستان به این ولایت حامد کرزی در یک سفر رسمی به پاکستان رفت و مورد استقبال شدید در آن کشور قرار گرفت و از همکاری های دو جانبه و امضای تفاهم نامه همکاری میان دو کشور سخن به میان آمد. همچنین رئیس جمهور در بازگشت از حسنیت آن کشور سخن گفت و از اطمینان پاکستانی ها برای ایجاد صلح در افغانستان سخن به میان آورد. دو روز بعد حملات طالبان به شدت افزایش یافت. در چندین ولایت از جمله کابل حمله های انتحاری صورت گرفت. تنها دیروز در چند ولایت حمله های انتحاری سازمان یافته از جمله حمله به جان والی پروان. در کران این همه پاکستانی ها در چند روز پی هم ولایت کنر را مورد حمله قرار دادند. حملات راکتی که بیشتر تلفات غیر نظامی را در پی داشت. اما جانب حکومت افغانستان گویی هیچ اتفاقی را ندیده است. البته حمله پاکستانی ها با ولایت کنر و سقوط حکومت افغانستان مورد انتقاد جریان های سیاسی و رسمی قرار گرفت. از جمله ائتلاف تغییر و امید سخن بران تاخت و آخرین واکنش مجلس نمایندگان نیز در این راستا بوده است. هیواد دولتی ورځپاڼه لیکلی دی د ولسواکۍ بیا جوړونې او سولې لپاره د پارلماني ډلو جوړول مهم دی. د آی خانم د پروژې د ټینګښت لپاره د 10 میلیونه افغانۍ بیل کړی چې سترې محکمې پر بیلابیلو مسؤولو مسئلو غونډه وکړه. همدارنګه د کلیو بمال افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام اعلانوي. د مدني ټولنې سولې او امنیت لپاره له فنلاند سره تفاهم لیک لاسلیک شو. د دودیزې لویې جرګې لپاره د رایو په اکثریت سره 2000 استازی تصویب شل. او همداراز په خپله سرمقاله کې لیکلی پاکستان دی د ښه ګاونډیتوب اصول نه تر پښو لاندې کوي، چې دغه سرمقاله یوه برخه به تاسو درنلیدونکو ته ولولم. په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایو چې پاکستان د افغانستان پر خاوره پرله پسې راکټي بریدونه کړي دي. له بده مرغه په دې وروستیو کې کونړ او جلال آباد په سلګونه ځله د پاکستان تر راکټي بریدونو لاندې راغلی، چې په لړ کې لسګونه هیوادوالو ته مرګوبله اړولې ده. افغان ولس دغه بد عمل په کلکه غندي او پر دولت غږ کوي چې ژر تر ژره دې په دې اړه له پاکستانه پوښتنه وکړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفیر اظهار کړی و او په ډېره جدي توګه ترې وغوښتل چې د پاکستان حکومت ته په دې اړه د افغان ولس دریز روښانه کړي او دغه بریدونه دې ژر تر ژره بند کړي. خو ولس دغو بریدونو ډېر قهرولی او له دولته غواړي چې له پاکستان سره دې په دې اړه وروستۍ پرېکړې وکړي، ځکه په وروستیو 2 کلونو کې ډېر ځله د پاکستان لوري پر افغانستان نیغ په نیغه وسلوال یرغلونه شوي دي. پاکستان سره دې چې له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب دوستانه او ورورګلویز اړیکو پاللو او د یو بل خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته درناوي په موخه ګڼ تړونونه لاسلیک کړي دي، خو بیا هم پرې نه دی ولاړ او ترې په یوه یو بڼه سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د نور کله په پرتله ډېرې ښې شوې دي، خو وروستیو وسوالو بریدونو په دغو اړیکو سیوری وغوړاوه او که هم داسې دوام ومومي نو کېدای شي تفاهم پر بنسټ پیاوړې شوې اړیکې به زیانمنې کړي. روزنامه ایراده نوشته است انتقادها و اعتراضها تندتر می